بکنه. اوکی. حدیث منطوری به دنیا اومده. ها؟ اینطوری به دنیا اومده. چی نشه؟ آره. ولی به اونش خیلی کار نداری. میخوام ببینیم که چی باعث میشه یه زنبوری زنبور عسل بشه و چی باعث میشه که 99% دیگه همه خدمتکار و توی کار و این داستان ها باشن. شفافه. تأثیر گذار گفته شد. دیدی جونم؟ آگاه. اوکی. یه قسمتی که دیروز داشتم به چیز میگفتم، گفتم من وقتی که یه عروسی بودم توی ریتریت کانادا، یکی از شاگردای خیلی قدیمی من بلور دعوت کرد برای نامزدی دخترش و اونجا که رفتیم به میترا گفتم دیدی من رفتم یه گوشه نشستم، هیچ تکونی نخوردم، حرکتی نکردم، اصلا برام مهم نبود کسی منو میشناسه یا نمیشناسه، نیازی به برقرار کردن هیچ ارتباطی، هیچ چیزی نبود. چی باعث میشه که من و تو هیچ نیازی نداشته باشیم که کسی ما رو بشناسه، بخوان حتی مارکتینگ بکنیم، بخوان ارتباط برقرار بکنیم؟ آیا خود همه اینا یه بد قسمتی از ایگو یا منیت نیست؟ اگر که من و شما عشق به خود داشته باشیم، ارزشمند باشیم، آیا نیازی داریم که بریم دل دیگران رو به دست بیاریم، حالا به هر شکل و فرمی که شده، حرف بزنیم، قربون صدقه بریم، مهتلبی بکنیم، تعریف و اگر از اونجا بیان نیازی به اینها هست؟ اوکی. پس از این لحظه میخوام آگاه باشیم اگر هر کدوم ما میخوام از این لحظه کوئین یا ملکه بودن رو زندگی کنم و ببینیم که وقتی که من ملکه هستم، قاعدتا اون چهار تا اپی که میگم، عشق به خود، ارزشمند بودن، لیاقتمند بودن، کافی بودن. پس اگر اون چهار تا ده تمام نیازها، عمل من، حرکتم، همه اینا میریزه، درسته؟ الان میخوام هممون چند ثانیه در فیزیک و بدن خودمون ملکه بودن رو تجربه کنیم. ببینیم که افکار من اون وقت چجوری میشه، احساسات من چجوری میشه، در فیزیک خودم انرژتیکلی یک ملکه چه حسی دارم. تا داریم این کار انجام میدیم، من به انگلیسی هم بگم. Yesterday I had this conversation with Mitra. I said, ever since I was a little child, I always felt that I was the queen. As you know, the bees have a queen. There's only one queen, but the 99% are workers. They work, they do the thing, they always busy, moving, gathering, doing things, and they bring the fruit to the queen, right? So I was saying that I always talk about over the 40 years that I've been coaching, I realized that all of us has automatically with four apps. Number one is self-love. Number two is worthiness. The third one is being deserving. And the fourth is being enough. So at this moment for you, I want you to contemplate on this. If zero is I have absolutely no self-love, self-worth, and number 10 is absolutely 10, what number would you give to yourself? The second part is, how do you behave? If you have self-worth, and if you have self-love, your outer world or your reality would represent that to you as a mirror.
if when you have self-love, you have everything. You experience everything. The money, the friendship, good family, good partnership, everything is available to you. There is lack of money when you're struggling, when you're traumatized. Any of these experiences showing you that your self-love, self-acceptance, it's not enough, right? And after that, start the worthiness, being deserving, being enough. So the practice from this moment on, you close your eyes and you contemplate of being the queen. If you're a queen, how would you think? How would you feel? And how does it feel in your physical body? And we're going to start living, being the queen. خب، چی پیدا کردی؟ تمام نیازها می‌ریزه؟ نیازی به توجه دیگران و توجه گرفتن نداری؟ تعلقاتت میرسه این مال منه اون مال منه؟ نگران مسائل مادی نیستی؟ آها، همه چیز همه دارن، همه چیز رو اون چیزی که همیشه میگم یه لایو هم در موردش رفتم. Everything is here to serve you. همه چیز اینجاست که در خدمت تو باشه. وقتی که تو کوینی ملکه هستی، نیازی نداری که نگران باشی پول میاد یا نمیاد، اون میاد یا نمیاد، برای که میدونی که خود جهان هستی همون زنبورهای اصل 99% هستن که اونا دارن در خدمت تو هست. بله؟ نیازمند بودن در بی‌نیازیه. یعنی این که من بی‌نیازی رو نسبت به همه چیز، یعنی شما الان میگی که ما نیازمندیم که به بی‌نیازی برسیم. حالا اگر اون قسمت اول جمله ما نیازمندیم رو بندازی چی میشه؟ بی‌نیازی. بی‌نیازی. من انتخاب میکنم که بی‌نیاز باشم. وقتی که اینو توی بدنتون تجربه کردین، الان میام سوالا، چجوری بود؟ حسش چی بود؟ عالی بود؟ قلب اقیانوس میشه؟ بی نهایت احساس بود؟ فضای بزرگ باز میشه، یک پورتالی باز میشه که بی نهایت همه چیز در وفور و فراوان. سوال رو بگیم. یک حس شادی درونی که به هیچ چیزی در بیرون نچسبیده. که من اگر پارتنر داشته باشم، اگر پارتنری داشته باشم که منو دوست داشته باشه، منو بشنوه، اگه منو درک کنه، اگر این باشه، اون وقت من خوشحالم. این خوشحالی واقعی نیست. بگو نامی. هماهنگی. حس هماهنگی با همه چیز. حس هماهنگی. من با آسمان هماهنگم. من با زمین هماهنگم و یکی هستم. با هر چیزی دورم هست، با همه یکی هستم. هماهنگی، همرنگی با همه چی. سویا بگو. عشق بدون چون و چرا؟ چون و چرا؟ به هیچی؟ به قید و شرط، درسته؟ خالی اومد؟ خودخواهی اومد؟ خب خودخواهی و چی؟ غرور. آها، اوکی، متوجه شدم. خیلی پوینت نوایسی، خیلی پوینت خوبی رو به توجه من رو
و وقتی که ملکه شدم احساس غرور و خودخواهی در من اومد و این خیلی مهمه. زمانی که او این قدرت رو به تو میده باید خیلی حواسش باشه که منیت نیاد بگیرتش و ببره تو یه بُعد دیگه. دیروز با یکی از دوستان که صحبت میکردم گفتن من تو این دو سه روزه تا نیومدم اینجا، چون شب اول که همه گفتن من این شدم، سردرد داشتم، میگنم خوب شد، کمرم خوب شد، گفتم من فکر میکردم تبلیغاته، گفتم آره بابا ما به همه اینو پول میدیم بیارید اینا رو بگم، ولی گفتم وقتی خودم اومدم متوجه شدم که نه، واقعا این و کار شما این چی بهشون گفتم کار من نیست، من اون وسیله یا اون سیم هستم. و این تیکه خیلی مهمه، چون ایگو میاد بلا فاصله میگیره و میگه توی این قدرت، توی این توانایی در توی. و اینجا رو باید حواسمون باشه که وقتی که ملکه میشی یه قسمتی از توی کسایی که چند نفر توی دوره هیومن دیزاین بودن؟ اوکی، خیلی ها. توی دوره هیومن دیزاین که من داشتم راجع به 4 تا تیپ ها صحبت کردم و گفتم که در اوایلش منفسترها چی میشه فارسی؟ خلق کننده ها، در اولش خلق کننده ها اونا گاید ها یا راهنماها بودن، اما به مرور زمان که گذشت پروژکتر ها اومدن که درصدشون 20% جمعیت دنیاست، که اینها به عنوان هیلر، لایت ورکر، راهنما اومدن. چرا از دست منیفسترها در اومد افتاد دست پروژکترها؟ که بنده خودم هم پروژکترم. به خاطر اینه که پروژکترها هیچ وقت لنزشون روی خودشون نیست. پروژکترها همیشه لنزشون رو آدمای دیگه است، میبینن اونا چشونه و میگن پروژکتر خیلی سریع نفوذ پیدا میکنه توی فضای انرژی، تو رو اسکن میکنه، تو رو از خودت بهتر میشناسه. منیفسترها یه بُعد ایگو مانند و قدرت طلبی داشتن، برای همینه که از اونا گرفته شد افتاد دست اینا. و راهو که این اصلا این رو خودش دانلود کرده، این هیومن دیزاین رو، و نوشته حتی تو بعضی از دوره هایی که میفروشن برای فقط پروژکتر ها 20% آف گذاشته، چون میگه این اصلا هیچ وقت به حواسشون به خودشون نیامش، فکر نیدن که مردم چشونه، اینا بهشون چطور، اینا مشکلشون چه، اینا چجور باید مشکلشون حل بشه. پس این تیکه که اینگو به طبعا خیلی مهم بود، برای اینکه برگاش گفت من وقتی کوین شدم متوجه شدیم، یعنی منیت اومد اونرشیپ یا اون چیز کوین بودن رو گرفت و غرور رو این در اومد. برای همین صحبت خیلی خوبی بود، ولی حالا تو من الان که این تو توجه اومد گرفتی که منیت اومد اون رو آلودش کرد. فهمیدی انرژی من بوده که اینو این ایرکاندیشن رو میتره کنه. این قدرت رو از انرژی شما گرفتم. حالا الان چیزی که میخوام دوباره به توجه بیارم اینه که ما نمیخوایم که اولش شاید دنبال یک کس که شمن که من کار میکنم، اولش تو میخوای مزه اون رو بگیری که متوجه بشی وقتی
تو پر از انرژی و قدرتمندی چجوریه. اما همونجا دیگه بعد اون قطع بشه، بعد از اون این تویی که بعد همون فضایی که وقتی پر از انرژی شدی اونو بعد میگرشی. تو باید، تو حالا دیگه مسئولی، مزهش رو گرفتی، حالا از این لحظه من از توی ذهنم، توی احساسم، توی فضای انرژی کجا باید باشم که اونو نگرش دارم. بر همینه که من میشه میگم نیازمند دیگران نباشید. زهره میگه مدیریت این هستش که تو آگاهی همه چی رو میبینی، داری مدیریت میکنی یه سیستمی رو که درش خودخواهی، جاه طلبی، منفعت هیچ کدوم از اینها نیستند. فقط اینو باید در تصویر اون عوض. کسی دیگه چیزی داره بگه؟ بگو. وقتی که همه دارن به ملک خدمت میکنن، پس استقلال من چی میشه؟ استقلال ملکی یا استقلال زنبورا؟ نه ملکی. ملکی. چون میگه من یه رفتم ذهنم اومد توی یک دوستی که همه رو به کار گرفته که به سرویس بدم. من بگم کنیتون؟ بفرم. خیلی مهمه که توهم ملکه بودن داره، یکی نیتیبلی ملکه هست. خب اونی که به ذات ملکه هستش، اون اصلا از ایگوش نمیاد، از سلفش میاد، از روحش داره میاد. ولی اونی که توهم داره که من ملکه هم، این کاملا داره از خودخواهی میاد، از سلفیش بودنش میاد، از اوچیفتگیش میاد. خیلی تفاوت داره این آره، یعنی تو آگاه، این چیزی که این گفت، تو آگاهی که کسی که ملکه واقعیه و کسی که داره ادای ملکه رو برمیه، تو میگی من به همین حرف این آگاه هستم، درسته؟ آره، چون میخواد توجه همه رو به خودش جلب کنه، این درخواست رو داره. ولی چرا در ذهن تو اون ملکه شده؟ من فکر می‌کنم گیرمون اینجاست. تو برداشتی یک کسی که میخواد علقلون ادای ملکه رو در بیاره بهش سمت ملکه رو داد، ولی اون ملکه نیست. آها آخ، من رو اسم مریت رو عوض کنم. آره آره آره، ولی ببین باز هم با وجود گفتن همه اینها، ببین فرضاً خود من، شما زندگی من رو میدونین، هر روز 3:30-4 صبح پا میشم، این سربازها هر روز 7 روز هفته رو من کار میکنم با تمام. اونجوری نیست که خود من نشستم، شاید فعالیت خود من یعنی در طول یک روز با لایم رفتن، جلسه گذاشتن، خرید کردن، پیاده رفتن، همه این کارا،
من خودم یه آدم فعالی هستم. حالا درسته که سیستم و کسای دیگه دارن میچرخونم، متوجه میشی؟ پس اون بود، یعنی اون توهمه برام نداشته که خب دارم پول میدم، میتونم پول بدم، همه کارا رو بکنم. خود من از همه اینها فعالترم. پس اینو باید در نظر داشته باشی که زمانی که تو ملکه میشی یا شما ملکه میشی، این فقط یک قدرت درونیه. اون چیزی که امروز صبح با پیمان صحبت کردم، میگفت اینو نمیشه فیکش کرد و اکثر افراد هیچ وقت به اون قدرت آگاه نیستن و نمیرسن. اما قدرت درونی من برای خدمته. ولی در حالت عادی میبینی که من میگم مثلا من اینجا اگه میذاشتم میرفتم ظرفا رو میشستم، نمیدونم حیاتم جارو میکردم، همه این کار رو میکردم و بماند پدر سوختابه شما قرار نبود جز قوانین که کسی اینجا چیزی نداره، باز لیوان رو نمیدونم شیشه خالی، وای به حالتون اگر از امروز کسی چیزی که میخوره